الان با همکارم فریبرز سروش هستم در مونترال کانادا که درباره وضعیت تبلیغات کاندیداها گزارش میده فریبرز چرا کاندیداها امسال اینقدر مثل سالهای گذشته به پوستر و بنر وابسته نیستن و دارن توی فضاهای اجتماعی فعالیت میکنن دو تا دلیل میشه برای این موضوع ذکر کرد یکی اینکه میخوان هزینه تبلیغاتشون رو پایین بیارن چون همطور که میدونیم هزینه چاپ و نشر و توضیح توضیح این کاغذها و تراکت ها و بنرها هزینه های گذافی است که سر به میلیارد ها تومن میزنه یکی،, دی... یکی از دلایلش ممکنه این باشه که میخوان هزینه هاشون رو پایین بیارن یکی دیگه از دلایلش که من فکر میکنم دلیل مهمتری هم هست این هستش که اینا واقف شدن به تاثیر فضای مجازی در افکار و عمومی و این خودش نشانگر بالا رفتن آگاهی های عمومی در ایرانه یعنی چی؟ یعنی میزان دسترسی به اینترنت و فضای مجازی و تلفن‌های هوشمند در ایران اونقدر زیاد شده که کاندیداها ترجیح میدن به جای اینکه پوستر و بنر و تراکت پخش بکنن در فضای مجازی حضور پیدا بکنن و از طریق همین فضای مجازی تأثیر گذار باشن کما اینکه در طی روزهای گذشته یعنی چند روز گذشته هم میبینیم که اینها حضور بسیار بسیار فعالی در شبکه‌های اجتماعی دارن خب نکته مثبت بسیاری از این شبکه های اجتماعی در دسترس که شهروندان میتونن از طریق گوشی های موبایل خودشون دنبال بکنن امکان پخش ویدیو هست و از طریق این ویدیو ها خب مسائل زیادی داره به چشم گوش مخاطبان و رای دهندگان و یا رای ندهندگان میرسه میان ویدیوهایی که در روزهای اخیر دیدی در این شبکه کدومشون تاثیرگذارتر بوده شاید بهشته گفت یک ویدیویی که بسیار تاثیر خیلی بدی در افکار عمومی داشته در جناه طرفداران روحانی چه در جناه مخالفان روحانی که منتشرش کرده بودند ویدیویی بود که در میناب اتفاق میفته اداره بهداشت میناب در دپوی زباله های این شهر میره مواد غذایی فاسد رو مطفون بکنه که شهروندان گرسنه و متاسفانه فقیر مینابی هجوم میارن و مواد غذایی فاسد رو با خودشون میبرن این ویدیو بسیار بسیار تاثیر برانگیز بود از طرفی طرفداران آقای روحانی هم بیکار ننشستن اونها هم یک ویدیو درست کردن از صحبت های آیت الله منتظری که اخیرا چند ماه پیش احمد منتظری این نوار صوتی رو منتشر کرده بود در مورد سخنان آقای منتظری با هیئت سه نفره ای که به هیئت مرگ زندانهای ش... زندانیان 60 سال 67 مشهور هستند که یکیشون آقای رئیسی بود اینها یه ویدیویی رو منتشر کردن عطف به های آقای روحانی که گفته بود اگر اینها بیان همه رو اعدام میکنن و دیوارکشی میکنن و و, و و آزادی های شما رو سلب میکنن و همه چیز ممنوع میشه اون ویدیو رو منتشر کرده بودن البته این رو هم در نظر بگیریم که تلاش بسیار زیادی طرفداران آقای روحانی بارتی طرفداران دولت دارن انجام میدن که اکثریت خاموش رو به انتخابات و به پای صندوق های رای بکشونن و از اون طرف هم داریم کمپین هایی که در خارج از کشور راه اندازی شده و در داخل کشور هم داره دنبال میشه و خیلی ها عکسشون رو با عکس و خیلی عکسشون رو با همراه با آیکان امتنا همراه کردن و تعدادی از فعالان سیاسی خارج از ایران هم ویدیوهایی منتشر کردن که کمپین امتناع اونها رو پخش کرده از جمله حسن شریعتمداری مداری و احمد رفت که هر دو در میان گروه های مختلف اپوزیسیون خیلی خوب شناخته شده هستند کمان که روز سهشنبه بعد از ظهر در تهران کمپین زنان حامی آقای روحانی برگزار شد که بنا گزارش های رسیده و عکس های منتشر شده بیش از نیمی از استادیوم شیرودی مردان بودند آقای روحانی در آخرین لحظات آمد و سخنرانی کرد و دو بار سخنرانیش رو قطع کرد که گفته شد به دلیل گرما حالش مساعد نبوده که این سخنرانی رو در واقع یک تیکه ادامه بده دو بار قطع کرد سخنرانیش رو محور صحبتهایی که کرده همون حرفهای همیشگیش بوده گشت ارشاد آزادی برای زنان محدودیت حجاب و از این قبیل حرفا که با تشویق حاضران هم مواجه میشه اما آقای روحانی هیچ برنامه ای ارائه نداده که در دولت آیندهش چه خواهد کرد برای گشت ارشاد برای هجاب برای آزادی زنان و محدودیت هایی که در جامعه وجود داره و خیلی سریع رو تمام کرده و رفته و تنها در سالن شعارهای همیشگی طرفداران جنبش سبز یا حسین و حسین و دستبندهای, سب، دستبندهای بنفش توضیح شده و موسیقی حیجانی برای حاضرین از جمله یاره دبستانی پخش شده ولی هیچ در واقع خروجی از این نمیشه نتیجه گرفت از اون طرف هم کسانی که در اپوزیسیون حضور دارند و قصد دارند که موضوع امتناع از رأی دادن رو خیلی جدی دنبال بکنند هم بیکار نیستند اینها سخنرانی سخنرانی برگزار میکنند همایش برگزار میکنند آیکون امتناع رو درست کردن در مقابل آیکون تا 1400 با روحانی و دارن به فعالیتشون ادامه میدن که شاید بتونن بخشی از نیروهای داخل کشور رو بخشی از پتانسیل داخل کشور رو به سمت خودشون جذب بکنن و یک حرکت با یک حرکت مدنی در واقع رأی ندند حضور پیدا نکنند و این رو به نوعی اعتراض مدنی جلوه کنند و البته روز گذشته هم در بسیاری از رسانه های غیر جریان اصلی بیانیه شاهزاده رضا پهلوی منتشر شد درباره عدم مشارکت در انتخابات که بعضیا معترض بودند که چرا شبکه های تلویزیونی و یا شبکه های رادیویی مهم مثل رادیو فردا بی بی سی زمانه و صدای آمریکا این رو منعکس نکردن و این خب سوال شده بود برای خیلی‌ها در برخی از شبکه‌ها که در تلگرام هم برخی از فعالان مدنی این سوال رو تکرار کرده بودند آقای گوسری یه نکته رو من در شبکه های اجتماعی طی چند روز گذشته خیلی برجسته دیدم و اون اینکه بخش از کاربران داخل کشور که جزو کم، کمپین امتناع هستند رأی خاکستری هستند اینها معترضن و معتقدند به اینکه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در جهت تبلیغ آقای روحانی و تشویق مردم به رعی دادن دارن کار میکنن از جمله انگشت اتهام رو به بی بی سی میگیرن به سمت بی بی سی نشانه رفتن و رادیو فردا حالا این تا چه حد میتونه درست باشه رو من در جهت ارزیابیش چیزی نمیتونم بگم ولی اینکه شاهزاده رضا پهلوی بیانیه صادر میکنه به ایشون هم مخاطبانی داره و حالا چرا این بیانیه در رسانه های فارسی زبان که بعضا مشوق حضور مردم در پای صندوق های رای هستند پخش نمیشه خودش جای سوال داره و البته بر اساس چیزی که در شبکه های اجتماعی من دیدم در طول یکی دو روز گذشته اعتراض به بی, بی سی فارسی کم نبوده به واسطه همراهی و همدلی با حسن روحانی و دولتش و به تا حدی هم جهانگیری و نکته دیگر هم این هست که در برخی از شبکه های اجتماعی ما مشاهده می کنیم که اعضای رادیو فردا به طور خیلی واضح مسائلی که درباره روحانی هست رو با لحنی تبلیغی بیان کرده هند و این خب جای سوال داره که رسانه ای که مالیاتش رو از دولت آمریکا میگیره و از مردم آمریکا میگیره چگونه داره در حقیقت مدیریت میشه ببینید طبق اساسنامه این رادیو طبق اساسنامه رادیوها ها چه رسانه های خارج از کشور به حال اساسنامه و چارچوب کاری دارن کارکنان اینها مجاز نیستن در گروه های سیاسی فعالیت بکنن یعنی عضو باشن و در جهت منافع سیاسی یک گروه یا فرد خاصی حرکت بکنن اما این مورد ما ببینیم که داره نقض میشه در دویچه وله شاهد این بودیم که این اتفاق افتاد و دویچه وله، مدیریت دویچه وله خیلی به شدت چندین سال پیش با فرد خاطی برخورد کرد اما در رادیو فردا و بی بی سی و زمانه تا و صدای آمریکا این این مسئله هی به هر روز داره شکل به شکل تازه تری عنوان میشه مطرح میشه کارکنانش در فضای مجازی به خصوص توییتر توییت هایی در جهت تشویق مردم به رأی دادن و حمایت مشخصا از آقای روحانی حمایت از آقای روحانی منتشر میکنن کتاب امروز و این لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ بازخوردی نداشته و هیچ برخوردی با متخلفین از اساسنامه رادیو فردا یا صدای آمریکا یا بی بی سی شاهدش نبودیم ما اگر کسی بخواهد قیام کند سیلی می‌خورد این پیام تهدیدآمیزی بود که آیت الله علی خامنه ای در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد وی در بخشی از سخنانش گفت مهم نیست به کی رأی می دهیم مهم این است که امنیت نظام حفظ بشود آیت الله علی خامنه ای با تأکید بر اینکه اگر مردم با نظم حرکت بکنند و امنیت عمومی را حفظ بکنند مایه عزت نظام خواهد بود و اگر خلاف این رفتار بکنند قطعا دشمن خواهیم شد و دستگاه های امنیتی و انتظامی با آنها برخورد سختی خواهند کرد این سخنان آیت الله خامنه ای در حالی بیان می شود که در میان نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همچنان چالش ها و درگیری ها و مناقشات در حال بالا گرفتن است روز چهارشنبه حسن روحانی دومی شکایت خود از ابراهیم رئیسی دیگر رقیب انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم را به شورای عالی نظارت بر انتخابات تقدیم کرد در شکایت اول حسن روحانی بیان کرده بود که آقای ابراهیم رئیسی در تبلیغات و سخنرانی های خود مطالبی خلاف واقع را به دستاوردهای برجام نسبت داده است آقای رئیسی گفته بود که برجام هیچ دستاوردی برای کشور نداشته و از لحاظ اقتصادی هیچ گشایشی در امور کشور اتفاق نیفتاده است حسن روحانی مدعی شده بود که در برجام تحریم های ای از کشور برداشته شده و سایه جنگ نیز از کشور دور شده است در دومی شکایت حسن روحانی از ابراهیم رئیسی مطرح شده که ابراهیم رئیسی در یکی از سخنانی های خود گفته بود منابع و ذخایر مالی صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت یازدهم به تاراج رفته است آقای روحانی نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده شکایت بعدی شکایت محمد باقر غالیباف از خبرگزاری است دیگر شکایت مطرح شده مربوط به آقای آشتیانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی است گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به خاطر آنچه که پذیرش سند 2030 یونسکو توسط آموزش و پرورش خوانده شده از وزیر آموزش و پرورش شاکی هستند و بناست که طرح استیزاه وی را مطرح کنند